همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده. فرض ما بر اینه که نظام تصمیم گیری برای انتخاب مدیران داره از روندهای خوبی تبعیت میکنه و به تدریج حرفه‌ای‌گرایی داره غلبه میکنه. نگرانی هایی که اینجا توسط اساتید ارائه شد این است که برخی از انتصابات مدیران به لحاظ رفتارهای سیاسی اتفاق افتاده و مدیرانی که حرفه‌ای نبودند رفتن رو صندلی های حرفه‌ای نشستن. این در جایگاه های سیاسی یه جور اثر داره، در جایگاه های اقتصادی و بنگاه ها موجب ضررهای غیر قابل جبران برای بنگاه ها میشه. من میتونم مثال هایی رو بزنم از اتفاقات که در دولت قبل افتاد. آدم هایی که در اندازه اداره یه فروشگاه لبنیاتی نبودن بهشون بنگاه های بزرگ صنعتی رو دادن اداره کنن و این موجب خسارت شد و این خسارت ها به آسانی قابل جبران نیست. وقتی بنگاه افتاد به فرایند زیان و زیان های انباشته توش درست شد خیلی سال طول میکشه تا به وضعیت عادی برگرد. این حرکت و این همایش کمک میکنه به حرفه گرایی در انتخاب مدیران و به نظر من این کانون ارزیابی شاید بتواند یه روزی همه کسانی که در جایگاه مدیریت میشینن رتبه بندی کنه و ما برامون معین بشود که کسانی که از یک نصابی از رتبه بندی پایین ترن اینها رو بذاریم زندگی خودشونو بکنن و اینها رو نیاریم در جایگاه مدیریت که به سرمایه هامون آسیب وارد بشه. به نظر من مقاومت درونی بنگاه هست، چون من همین الان در جاهایی که باهاشون همکاری دارم وقتی افراد با استعداد و برجسته میخوان وارد شن آدمایی که اون تو هستن ابراز نگرانی میکنن یا اگر اینو بروز ندن در درون خودشون فکر میکنن که آمدن یک تحصیل کرده خوب با تحصیلات عالی و معدل خوب خودش تهدیده، چه بسا که این آمدن به معنای رفتن اونا باشه. بنابراین بایستی برای رشد استعدادهای شایسته عجله نکنیم، اینا رو تو فرایند رشد قرار بدیم، چون نابهنگام قرار دادن اینها در جایگاه مدیریت هم خسارت داره، برای اینکه میرن اونجا ضعف‌های ازشون بروز میکنه، ساقط میشن، برای همیشه از دست میرن و بهتر که اینا توی فرایندی قرار بگیرن که در یک دوره زمانی برسن به سطوح تصمیم گیری عالی. ببین الان سیستم ما جوری شده که سیاستمدارا فکر میکنن بایستی در مدیریت ها مداخله کنن. اینو باید حل کنیم، یعنی باید بگیم که یه نماینده مجلس خیلی جایگاش مهمه ولی اگه یه بنگاه اقتصادی اونجا هست این نماینده مجلس حق عزل و نصب تو اون بنگاه نداره، یا اگر نماینده مجلسی در دوران انتخاباتش تبلیغات کرد گفت اگر من نماینده بشم میرم اون آقا رو عوض میکنم، اینو تو همون مرحله رد صلاحیت کنه، چون معلوم میشه که این آدم قصد داره بعد از اینکه نماینده مجلس شد در قوه مجریه دخالت کنه، قصد نداره نماینده باشه در قوه مقننه. پس میفهمیم که رد صلاحیت شده و بایستی کسانی که در دوره انتخاباتشون به مردم قول میدم که اگه من انتخاب شدم فرماندار رو عوض میکنم، اگه من انتخاب شدم بخشدار رو عوض میکنم،
مدیرعامل این شرکت رو عوض میکنم، رئیس اون کارخونه شیر پاستوریزه رو عوض میکنم، ما باید فوری بفهمیم که این رد صلاحیت شده.